با درود به شما عزیزان، امیدوارم که لحظات خوشی رو پشت سر گذاشته باشید. و اما برنامه امروز ما گزارشی است از داستانخوانی خانم فاطمه حسن‌پور از ایران که میهمان کتابخانه ایرانیان بودند. پس از آن با هم موزیک ویدیویی را خواهیم دید و پایان بخش برنامه ها گزیده هایی از رویدادهای سیاسی ایران و جهان خواهد بود. با امید دیدار تا برنامه آینده. دوستان عزیز خیلی ممنون، خوش آمدید همگی. خیلی خوشحالیم که تشریف آوردین و در این حال خیلی خوشحالیم از خانم فاطمه حسن‌پور که این افتخار رو به ما دادن که امروز بیان و در برنامه فرهنگی که ما تقریبا ماهی یک بار برگزار میکنیم از ایران اومدن و اینجا شرکت بکنن. سخن رو میسپرم به دست سیما و خانم حسن‌پور. من سیما صاحبی هستم از دوستان خانم حسن‌پور. امروز افتخار دارم که این میهمان عزیز رو، نویسنده عزیز که از میهمان من هستن از ایران، خدمتتون معرفی کنم. خانم فاطمه حسن‌پور نوشتن و آشنایی با سبک‌های نوشتاری رو از طریق پژوهشگری فرهنگی آغاز کردند. ایشون سالها در دفتر پژوهش‌های فرهنگی در ایران مشغول به کار بودند و با نویسندگان و پژوهشگران بسیاری از نزدیک نشست و برخاست داشتند و در عمق کاراشون موشکافی کردند. ولی متاسفانه مشغله ایشون به عنوان پژوهشگر فرهنگی مجالی برای پرداختن جدی ایشون به نوشتن نداده بوده تا حالا. آتش ایشون به داستان نویسی بالاخره بر ایشون غلبه میکنه تا اینکه پژوهشگری رو رها میکنن و به نوشتن رو میآورن. ایشان داستان نویسی را با رمان بلند شوکت و شرابه های غروب آغاز کردن و بعد از سالها به نوشتن داستان کوتاه پرداختن. این کوچه بن‌بست نیست نمونه ای از تجربه ایشان در داستان کوتاه است. داستان‌های از ایشان در نشریه‌های فرهنگی نوشتا و ارمغان فرهنگی نیز به چاپ رسیده است. در حال حاضر دو رمان از ایشون تحت عنوان پاییز در فنجان مه و سایه خیال در دست انتشار است. در نوشته‌های فاطمه حسن‌پور زنان نقش آفرینان اصلی هستند، مکانهایی که زنان در آن به کار و زندگی مشغولند و روایت از زبان زنان واگویه می شود. زنانی که حضور دارند ولی حضورشان به عمد دیده نمی شود. زنانی که کارآفرینند اما توانایی هایشان ارزش گذاری نمی شود. زنان داستانهای او بر اثر یک ضرورت درونی یا بیرونی خلق شدند و نتیجه آن شناساندن شعور زنانه یا حساسیت‌های زنان می باشد. بیان احساساتی که به شیوه‌های مختلف سرکوب می‌شوند. از این رو زنان داستان‌های او برای تثبیت خود به سان موجودی خود مختار در فضای عمومی و خصوصی ستیزی دائمی را آغاز می‌کنند. فاطمه حسن‌پور خود را نویسنده‌ای محتواگرا می‌داند. از نگاه او هر محتوایی در داستان فرم خاص خود را پیدا خواهد کرد و نباید به خاطر فرم محتوا را قربانی کرد. در نشست امروز او قصد دارد چند داستان خود را
که تاکنون منتشر نشده، یعنی تعلیق و پشت پلکایش، و یک داستانی که منتشر شده هم در مجله نوشته و هم در کتاب شرابه های غروب به نام ماست براتون بخونند. و به همین جهت من صحبت رو میدم به دوست عزیزم فاطمه عزیز. مرسی از دعوتی که از من به عمل اومده. حقیقتش من میخواستم اول شروع صحبتم رو با شعری از سیمین بخونم که شروع کنم و یه جایش و یادش رو گرامی بدارم، ولی فکر میکنم یه دقیقه سکوت کنیم به خاطر اون بهترین، چون همه شعرش رو چیز داریم. من ازتون تقاضا میکنم یه دقیقه سکوت به خاطر سیمین، یاد سیمین جان. واقعا جاش خالیه تو جامعه و هنری و یادش گرامیه برای هم تک تک ما. داستان کوتاه اسمش از پشت پلکایش. پشت پلکایش، یکم صدا تو پشت پلکایش صدای پا می آید. ببخشید من باید اینه صدای پا می آید. مورچه ها صف کشیدن، همین نزدیکی ها روی خطی مایل می آیند و می روند. به این تاریکی عادت کرده است، دیگر نیازی نیست چیزی روی چشمهایش بیاندازد تا خوابش ببرد. سرش را بالا می گیرد، نور ضعیفی که به سقف چسبیده چشمهایش را می زند دمر می شود و گوشهایش را می گیرد. صدای پای چند نفر می آید، کنار در رسیده است. برای پیدا کردن کلید کیفش را زیر رو می کند. پس کو این کلید لعنتی؟ افق روبرو نارنجی مایل به زرد است. پشت در گهواره‌ای روی ایوان، صندلی گهواره‌ای روی ایوان منتظر است تا رویش بنشیند و باز بترسد که نکند دارند می آید. نمی داند چرا پشت این در ایستاده. است و گوش می دهد به صدای پاهایی که می آیند و می روند. شاید این در لعنتی زنگ زده است، دری لولا شده به فراموشی. نه، این اسم کتاب شعری است از براتیکان. انگار دیوانه شده است، به لولای در نگاه می کند. نمی داند چند ماه چند سال به این در نگاه کرده است. چه محکمند این لولاها. چقدر دلش می‌خواهد دوباره بیایند و هی بگویند بنویس بنویس، دست دست کاغذ روی میز بگذارند، خودکار توی انگشت‌هایش بلرزد، مورچه‌ای روی دستش بالا و پایین برود و باز کاغذ‌ها سفید و خالی بماند. مورچه روی کاغذ دور خودش می‌چرخد، انگار راهش را گم کرده است. کسی فریاد می‌زند بنویس، صدای وزوزش توی گوش‌هایش پر است. حرف‌های پراکنده را کنار هم قرار می‌دهد، خودکار را روی کاغذ می‌کشد، می‌خواهد بنویسد اما نمی‌داند چی را. کسی پشت سرش ایستاده است، می‌خواهد بگوید کل که نیستم، یواش‌تر هم بگویی می‌نویسم. می‌شنوم کلمات نامربوط می‌آیند و می‌روند. درون تاریکی پشت به زمان ایستاده است. آن طرف شب است یا روز نمی‌داند، فقط عقربه های ساعت حرکت می کنند و این مورچه ها که صف کشیدند و مدام در گوش هم پچ پچ می کنند و خلده های نان را با خود می برند. تمام سوراخ سنبه های کیفش را می گردند، وسایلش روی زمین پخش شده، برگ های دفترش توی باد می پیچد، صدای جرینگ جرینگ کلید در لابلای آستر کیف شنیده می شود، دستش داخل کیف می گردد، دسته ای کلید توی مشتش بی صدا می شود. هوا تاریک شده، ردیف چراغ های خیابان می درخشند، صدای پایشان نزدیک تر می شود. توی ایوان نشسته است، صندلی گهواره ای بالا و پایین می رود، نگاه می کند به ستاره هایی که توی آسمان می درخشند. نمی داند کی صبح می شود. دست آخر بر می گردد توی اتاق، چراغ مطالعه را روشن می کند، روی تخت دراز می کشد،
کتابی را ورق می‌زند تا که قرص خواب اثر کند و با صبح با سردرد بیدار شود. حالا اینجا تو این تاریکی مورچه‌ها باز همراهشان را گم کردند. با عجله روی چشم‌های خیسش راه می‌روند و باز در گوش هم پچ پچ می‌کنند. زیر نور ماه صندلی گهواره‌ای بالا و پایین می‌رود. همه چیز را واضح و روشن می‌بیند. دیگر هیچ چیز برایش مهم نیست. حالا چه فرق می‌کند پشت این در صدا بیاید یا نیاید، در را باز کنند یا نکنند. چشم‌هایش این طرف در مانده. زندگی آرام آرام می آید و می رود و او به آسمان پشت پلک‌هایش خیره شده است. I want to offer this to the young generation of Iran that I'm sure are going to make a better future for Iran. Thank you. خیز و بیا ناز پرستو بیا، ناز پرستوی سخنگو بیا. خیز و بیا توریم و توریم، باغ بهشتم هریم هوریم. خیز و بیا قمری باغم بیا، خیز و بیا چشم و چراغم بیا. ما همه شمع و همه پروانه، یک کرو و تکچر و تنهانه. هست در این قافله پرشکوه از همه رنگ و همه دین و گروه. هست در این نادر باغ بهش، بس گل نادر زپه باغ و کش. کارگر بیشه مازندران، پیشه بر با هنر اصفهان. دختر شیراز پر از شعر و حال، آینه روی کمال و جمال. وان پسر بابلی شرم رو، چون همه بابلیان گرم خو. وان که بود اهل خراسان زمین، روشنی دیده ایران زمین. خیز و بیا جان پرستو بیا، جان پرستوی سخنگو بیا. خیز و بیا دست به دست افکنی، در صف بدخواه شکست افکنی. نسل جوان باز قدم فراشته، هر طرفی طرف گلی کاشته. هم سفر نسل جوان همچنان، میرود از شهر بسی کاروان. هم به سراغ کرج سبز بوش، هم به شمیران پر از جنب و جوش. سوی دماوند کهن سال ها، دره میگون هم دوچال ها. اسم این داستان هم هست ماسک. البته این داستان توی مجله نوشته، من نمونش هم آوردم. خیلی مجله خیلی خوبیه. یه بخش داست شعرش به دو زبانه چاپ میشه کردن. آخرین قسمتش توی داستان من، یک داستان من چاپ کردن. این که واقعا مجله خوبیه که توی ایران هنوز چاپ میشه و قراره که انشالله بتونین برای کتابخونه عضو بشین.
این تو اول بار توی همین نوشته چاپ شده و بعد من توی کتاب هم اسمش هست ماسک. سربالایی را که بالا بروید روی کوهی ایستاده است. دور تا دورش را درختان سر به فلک کشیده محصور کردن. باید چند بار 40-50 تا پله را بالا بروید تا به بخش مورد نظرتان برسید. از دور که نگاه کنید به نظرتان میرسد منظره آرامی دارد. میگویید چه جای خوش آب و هوایی، نمیدانید. آنجا محشر کبراست، حد و وسطی ندارد. از بخش اول شروع می شود، بخش هایی که مثلا حمایت شونده. باید سعی کنید هیچ وقت بیمار نشوید، چون اگر تن به بیماری دهید به سرعت بخشتان را عوض می کنند تا برسید به بخش پنج، همان بخشی که درست روی قله کوه قرار دارد. بیایید برویم نشانتان دهم. اگر کمی حوصله داشته باشید از آن بالا می توانید همه چیز را ببینید. فقط باید زرنگ باشید، از در اصلی وارد نشوید و باید مواظب باشید. آخر شما نمی دانید آنجا مردی با دماغ عقابی و شکمی برآمده منتظر است. هر روز صبح زنگ را به صدا در می آورد، دستهایش را به هم می مالد و با لباس سفیدش که توی هوا پرواز می کند می گوید شروع کنید. دانشجویانش صف می کشند و پشت سرش راه می افتند. وارد همان اتاق بزرگ که سردرش نوشته اورژانس می شوند. نمی دانید این آقا چه اعتباری بین دانشجویانش دارد. اصلا حد و حساب ندارد. آنها حاضرند جانشان را دو دستی تقدیمش کنند. راستی حواستان باشد نزدیک در ورودی روی سکو نگهبانی ایستاده است. چهار چشمی همه جا را می پاید. برای بارها خودم دیدمش. هیکل دراز و سیاهی دارد. بیشتر به نعشکش ها شبیه هست. به نظر می رسد مصمم هستی. بله، چشمان با ذکاوتی دارید. انگار محافظه‌کاری توی زارتان نیست. واقعا می خواهید حقیقت را بنویسید؟ پس گوش کنید. بله آقا، باید مثل روح وارد شوید تا کسی بهتان شک نکند. آنجا هر روز صدها بیمار معاینه می شوند. حک را دماغ عقابی می نویسد. شاید نیمی از بیماران هر روز به بخش پنج منتقل شوند، همان بخشی که شبانه نعشکش ها تخلیهش می کنند و روی سینه هایشان نوشته است علت مرگ ریه های از کار افتاده. پیوند ریه؟ شوخی می کنید. راستی باید کمی قیافه‌تان را تغییر دهید. می ترسم با این قد بلند و لاغر میان این لباس هایی که توی تنتان لق می خورد شما را عوضی بگیرند. هنوز هیچ کار نکرده سر از بخش پنج در آورید. باید پیوند ریه را فراموش کنید. انواع و اقسام پیوند را شنیده بودم، الا پیوند ریه مضحک است. شاید روزی دانشمندان بتوانند ریه ها را هم عوض کنند. دیشب اخبار را گوش کردید؟ من که مو بر تنم راست شد. شنیدم قلبی را برای پیوند از شهری به شهر دیگر میبرند. به این راه از بس عجله داشتن از دستشان افتاد و مجروح شد. باورتان نمی شود. قلب مجروح را پیوند زدند و بعد شروع به کار کرد. استخدام شوید؟ نه بابا، فکرش را هم نکنید. می دانید آن دانشجویان چطور اثر از آنجا در آوردن؟ از هفت خان رستم گذشتن تا به اینجا رسیدن. گیریم استخدام شدید. وقتی اجازه ورود گرفتید دیگر هیچ گونه احساس بشر دوستانه ای ندارید. از همه چیز خالی می شوید. دیگر فراموش می کنید برای چه کاری اینجایید. خودتان هم می شوید جزی از آن دم و دستگاه. شما که نمی دانید. همین که به عنوان دانشجو یا چه می دانم کارمند وارد شوید، نگاه مرد دماغ عقابی بهتان افتاد، چنان جادو می شوید که فراموش می کنید به چه منظور به اینجا آمده اید. تسلیم می شوید. یکی از آنها می شوید. یا پس از چند روز نعشکش ها شما را راهی قبرستان می کنند. تنها راه ورود به اینجا راهی است که من پیشنهاد می کنم. من ماها طول کشید تا فهمیدم اینجا چه جور جایی است. دماغ عقابی که دکتر صدایش می کنند مثل هشت پای قوی هیکل عمل می کند. چنان حصاری کشیده، البته حصار که می گویم نامرئی است، هیچ روزنه ای وجود ندارد.
این که میگویم مواظب باشید به خاطر همین است. باید دو بار زندگی کرده باشید تا بتوانید از حصارهایشان رد شوید، همینطور که من رد شدم. راستش را بخواهید من یکی از مردگان اینجا هستم. فقط کمی سرما خورده بودم. وقتی وارد اورژانس شدم همه چیز مشکوک به نظر می رسید. کمی ترسیده بودم. به زور مرا بستری کردند. صبح که دماغ عقابی آمد دستورات لازم را داد. چند نفر به جانم افتادند و می خواستند آب ریه‌ام را بکشم. خب معلومه آبی نبود که بکشم. دلش را دارید نشانتان بدهم؟ بیایید پیراهنم را بالا بزنید. چند حفره هنوز وجود دارد. مرا به بخش 5 منتقل کردند. میدانید یعنی چه؟ آن شب باران کمکم کرد. آسمان سیاه بود. باران سیلاسا میبارید. بوی بخور و مواد ضد عفونی کننده داشت خفه‌ام میکرد. نمیدانید دماغ عقابی چه صورت گوشتالودی دارد. ماسکی جلوی بینیش زده بود. صدای قوی و پرشوری داشت. شنیدم میگفت اینجا آخر خط است. مثل اسبی بیقرار نفس نفس میزدم. هنوز صدایش را میشنوم. توبه کنید، وقت تنگ است. شما فراموش شدگانی هستید که لحظات آخر را میگذرانید. به صدای زجه بیماران از خود بیخود شدم. نمیدانم، شاید به معجزه شباهت داشت. نفهمیدم چطور خود را توی تاریکی پنهان کردم. اگر چند بار دیگر آن مواد را استنشاق کرده بودم، من هم مثل بقیه به دیار باقی رفته بودم. ولی خدا با من یار بود. توی تاریکی می دویدم. از آن روز به بعد هر روز با قیافه های جور و جور جلوی در این ساختمان پرسه می زنم. شاید بفهمم اینجا چه می گذرد. حالا چه می گویید؟ چرا می لرزید؟ صبور باشید. چرا گریه می کنید؟ باید حدس می زنم. می زدم. شما ضعیفتر از آنی هستید که فکر می کردم. باید دنبال کسی دیگری بگردم. حالا شما مرا می شناسید. باید ماسکم را عوض کنم. با درود به دو خبر فرهنگ از هانوفر توجه فرمایید. گشایش نمایشگاه نقاشی خانم مارلن آماتو در خانه کارگاه. زمان پنجشنبه 11 سپتامبر ساعت 19. آدرس زو بتفدن فابریک شماره 1. یاد بانوی غزل سیمین بهبهانی را گرامی می‌داریم. برنامه شامل شعرخوانی، فیلمی کوتاه همراه با آوای سیامک. جمعه 12 سپتامبر ساعت 19. کمیته برگزار کننده سیمین بهبهانی در کارگاه از علاقمندان دعوت می کند در این یادمان شرکت کنند. با سلام، من پونزند هستم. شما رو در جریان رویدادهای سیاسی ایران و جهان قرار خواهم داد. کاهش قابل ملاحظه زنان در بازار کار. روزنامه‌های دنیای اقتصاد در گزارشی از کاهش قابل ملاحظه زنان در بازار کار طی سال‌های 84 تا 92 خبر داد. وی با استناد به آمارها تأکید کرده در سال 1384 نزدیک به 3,961,000 نفر از شاغلان کشور زن می‌باشند، در حالی که در سال گذشته این تعداد به حدود 3,145,000 نفر رسیده است. موضوعی که حکایت از کاهش تقریباً 816,000 نفری تعداد شاغلان زن در سالهای اخیر دارد. به بیان دیگر به طور متوسط در هر سال بیش از 100,000 نفر از زنان شاغل در کشور از بازار کار کنار می روند. پایان اعتصاب غذای بهنام ابراهیمزاده. کمیته دفاع از بهنام ابراهیمزاده، همان گونه که در اطلاعیه‌های قبلی کمیته دفاع از بهنام ابراهیمزاده اعلام کرده بودیم، بهنام ابراهیمزاده از روز 17 مرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده بود و بعد از اعتصاب غذا هم به زندان رجایی شهر تبعید شد. بهنام به خاطر عدم پاسخگویی به خواسته هایش از سوی مسئول زندان و تبعید به زندان رجایی شهر از روز دوشنبه 10 شهریور ماه اعتصاب غذای خشک را شروع کرده بود که روز چهارشنبه 12 شهریور
مسئولان زندان بهنام را به بند 12 که بند سیاسی می باشد انتقال دادند و بهنام هم به اعتصاب قضای خود پایان داد. تجمع کارگران نگین سبز خاورمیانه در اعتراض به تعویق 3 ماهه حقوق. 80 نفر از کارگران شرکت نگین سبز خاورمیانه بندر امام از ظهر امروز در اعتراض به تعویق 3 ماهه حقوق و محاسبه نشدن 8 ماه بیمه در مقابل اداره کل بنادر کشتیرانی اهواز دست به تجمع زدند. یکی از کارگران معترض که نخواست نامش فاش شود به ایلنا گفت: ما به نمایندگی از تمامی کارگران شرکت نگین سبز اینجا حاضر شده ایم و نسبت به نادیده گرفته شدن حقوق قانونی و صنفی خود اعتراض داریم. بیش از 100 نفر از کارگرانی که از قبل در استخدام نگین خاورمیانه بودند 36 ماه در فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارفرما قرار نگرفتند. این کارگر شرکت نگین سبز ادامه داد: 100 نفر از کارگران شرکت پیمانکار قبلی روبیان نیز دارای 8 ماه معوقه حقوقی هستند. سومین روز تظاهرات مربیان پیشدبستانی در تهران. حدود 100 مربی پیشدبستانی شب گذشته را مقابل وزارت آموزش و پرورش سپری کردند. مربیان پیشدبستانی معترض صبح روز سه‌شنبه 18 شهریور ماه برای سومین روز متوالی در مقابل نهادهای دولتی تجمع کردند. به گزارش خبرنگار ایلنا، این معلمان معترض که عموماً از شهرهای دیگر خود را به پایتخت رساندند، طی 2 روز گذشته تجمعاتی در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش برگزار کرده بودند. تجمع کنندگان به صدور بخشنامه اخراج مربیان پیشدبستانی، اجرا نشدن قانون تعیین تکلیف آنها، استنکاف دولت از تخصیص ردیف بودجه استخدامی و توهین آقای عسکری آزاد معاون رئیس جمهور در بخش توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در صحن علنی مجلس که مربیان پیشدبستانی را بی سواد خوانده بود معترضند. جوانان علیه سانسور. یک پژوهش انجام شده از سوی دولت ایران نشان داد که بیش از 2/3 جوانان برای دسترسی به سایت‌های اینترنتی ممنوع شده در کشور از نرم‌افزارهای غیر مجاز استفاده می‌کنند. به گزارش صدای آمریکا به نقل از رسانه‌های ایران پژوهش که از سوی مرکز تحقیقات وزارت ورزش و جوانان انجام شده، تنها 1 روز بعد از آن منتشر شد که حسن روحانی رئیس جمهور در سخنانی گفت با ون و مینیبوس و پاسبان فرهنگ درست نمی‌شود. محمد تقی حسنزاده رئیس مرکز پژوهش به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته 69.3% جوانان برای دور زدن فیلترینگ اینترنت از پروکسی استفاده می کنند. دراویش زندانی وصیت‌نامه نوشتند. دراویش گنابادی محبوس در زندانهای اوین تهران و نظام شیراز با انتشار وصیت‌نامه خطاب به دراویش طریقت گنابادی و آزاد مردان جهان خواستار خونخواهی خود تا محاکمه کامل ماموران و آمران ستمهای وارد بر اهل طریقت و عرفان شدند. به گزارش سایت مجذوبان نور، این دراویش که اینک در اعتصاب قضا به سر میبرند پیشتر اعلام کرده بودند تا آزادی کامل جامعه درویشان از زندان، نگاه امنیتی و پاسخگویی سریع مسئولان کشور به سالها نقص حقوق دراویشان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. در این وصیت‌نامه کوتاه که با خداحافظ به پایان رسیده آمده است، دشمنان دین و قانون در لباس دین و قانون به دشمنی با جان انسان مشغول شدند و ما را زرچکش می کنند. ما از این اعتصاب قضا نمی میریم، بلکه کشته می شویم و از آنجا که به اسلام واقعی که همان آدم جان بخش مسیحایی است اعتقاد داریم، به شهادت تاریخ تا ابد زنده ایم. حمید رضا، مرادی سروستانی، افشین کرمپور، فرشید یداللهی، رضا انتصاری، امیر اسلامی، امید بهروزی، مصطفی دانشجو، مصطفی عبدی، کسرا نوری از دراویش زندانی این وصیت‌نامه را امضا کردند. به امید دیدار تا برنامه آینده.